Wissen Sie, es ist auch interessant, es gab zwei Fehlzitate von Marx. Ein Fehlzitat in der DDR und ein Fehlzitat in der Bundesrepublik. In der DDR war das Fehlzitat, dass im kommunistischen oder besser gesagt in der Sekundärliteratur, nicht wenn Sie das kommunistische Manifest veröffentlichen, da war es immer richtig, aber in der ganzen Sekundärliteratur wurde so getan, als ob Marx und Engels geschrieben hätten, dass die Freiheit aller die Voraussetzung der Freiheit des Einzelnen ist. Mhm. Und da man ja auch in der DDR erklären könnte, wenn man sich die Welt insgesamt ansieht, dass ja noch nicht alle frei sind, muss halt auch der Einzelne noch warten. Genau. In Wirklichkeit hatten aber Marx und Engels geschrieben, dass die Freiheit des Einzelnen... Die freie Entfaltung des Einzelnen ist die Voraussetzung für die freie Entfaltung aller. Ja. So, und das ist eine ganz andere Aussage. Ja. Und da hat sich Stefan Hermlin das im Original nachgelesen. Da gab es richtig, also für DDR-Verhältnisse richtig ein bisschen Zoff, auch gerade mit den Intellektuellen, die sich geärgert haben darüber, dass sie auch nicht nachgelesen haben, sondern es einfach geglaubt haben. Mhm. Und in der Bundesrepublik wurde immer ein Satz von Marx falsch zitiert. Und zwar wurde behauptet, er hätte gesagt, Religion ist Opium für das Volk. Mhm. Hat er aber nicht. Ja, er hat gesagt, Religion ist Opium des Volkes. Ja, sehen Sie, der Unterschied ist klar. Einmal sagt man, es wird die Religion dem Volk oktroyiert. Und in dem anderen Falle sagt man, das Volk sucht sich die Religion, um mit den Leiden umgehen zu können, um auf ein Leben im Jenseits zu hoffen, das dann gänzlich anders aussieht. Sehen Sie, und solche Ungenauigkeiten mag ich überhaupt nicht. برنامه ما اختصاص خواهد داشت به گفتگو با یکی از چهره‌های ناماشنای سیاسی کشورمون دکتر سعید رهنما. در این گفتگو که به بهانه انتشار مقاله‌ای از دکتر رهنما صورت می‌گیره، فرصتی فراهم شد که از نزدیکتر با نقطه نظرات ایشون در ارتباط با مهمترین مسائل پیشروی جنبش چپ ایران آشنا بشید. دکتر سعید رهنما سال هاست که مقام استادی علوم سیاسی در دانشگاه یورک کانادا رو در اختیار داره. توجه شما رو به گفتگوی من با دکتر سعید رهنما جلب کنه. اخیراً مقاله از شما در سایت اخبار روز و بعد از اونم در سایت سازمان ما بازنشر یافت به نام چپ‌ها، لیبرال‌ها و عداوت‌های تاریخی. و در این حال خب مقالات زیادی شما نوشتید که مسائل مهم جامعه ما رو مثل آزادی‌های سیاسی، دموکراسی به ویژه، رابطه اون با سوسیالیسم و مسئله حاکمیت اکثریت و غیره و ذالک عدالت اجتماعی همه اینها رو در بر می‌گیره. اگرچه انگیزه شما برای نوشتن این مقاله و مقاله دیگه‌ای که می‌خواستم بهش یه مقدار بپردازیم، مقاله‌ای که سال گذشته منتشر شد و الان در سایت نقد اقتصاد سیاسی هم موجود است به نام جنجال بر سر دموکراسی شورایی و دموکراسی پارلمانی، اگرچه با انگیزه متفاوتی نوشتی داره، به هر حال این مسائل رو توش مطرح میشه و فکرم که با رجوع به این مقالات و صحبت‌های دیگه که داشتی، سخنرانی و غیر و ذلک، به این مباحث اصلی و مهم بپردازیم. اگه موافق باشید از این مقاله اخیرتون شروع کنیم، چپ‌ها و لیبرال‌ها، که با انگیزه مرگ دردناک دو شخصیت بارز جنبش لیبرال ایران در حقیقت تنظیم شده بود. یه مقدار توضیح بدید که چه بود و چه هست. خب طبیعتاً همینطور که اشاره کردین، هم دکتر آکس جوادی که از شخصیت‌های خیلی برجسته روشنفکری ایران بود در هفته‌های اخیر فوت کردن، و هم آقای امیر انتظام که یه زندانی سیاسی رنج کشیده است در رژیم، این وقتی که اینا فوت کردن، برای من جالب بود عکس‌العمل بعضی از شخصیت‌های چپ، بعضی از رهبران چپ از جریانات مختلف، که خب در مورد حادثه جوادی خیلی واضح بود، برای اینکه چپ همیشه رابطه خب محترمانه احترام آمیزی با حادثه جوادی داشته، اون خیلی جای تعجب نبود. ولی در مورد آقای امیر انتظام من واقعا خیلی خوشحال شدم که این دوستان اشاره کردن و حتی گفتن که ما زمانی که این رو بهش اتهام زدن به خاطر اینکه خب آدمی است که با مجلس خبرگان مخالف بوده و حتی سعی میکنه امضا جمع کنه بر علیه این قضیه،
خب بعدم دیگه میگیرنشو داستانشو میدونیم، گفتن که ما متاسفیم در این مورد سکوت کردیم. یه ادم که حالا ممکنه تاییدم کرده بودن در این زمین، این برای من خیلی جالب بود. بعد این بحث رو من اینجا دیدم که این خیلی خوبه که ما در اینجا به رابطه چپ و لیبرال یک اشاره بکنیم. قبلا هم یه مصاحبه‌ای که از این نشریات ایران با من کرده بود بکنم فرهنگ امروز، که رابطه چپ و لیبرال چیه، که بودم ببینید تو اونجا من اشاره میکنم که چپ و لیبرال هر دو، هم سوسیالیسم هم لیبرالیسم، اینها افکار، اینا پدیده های دنیای مدرن هستن و ایران هم از هر دوی این به درجات مختلف هم لیبرال داشته در تاریخش، هم چپ داشته. و این رو ما از زمان بعد از رضا شاه در دوران مصدق و دوران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب هم اینو میبینیم. من میگم غم انگیز اینجاست که با وجود که این دوتا از دنیای مدرن میان، ولی هر دوشون به نوعی با بخش سنتی جامعه بیشتر نزدیک بودن تا با هم دیگه. و خب لیبرال ها به خاطر نزدیکشون به بازار و به سرمایه‌داری، به بورژوازی تجاری و غیره، اینا همیشه خب خیلی نزدیکتر بودن. و چپ ها هم با به اصطلاح خرد بورژوازی سنتی رو ترجیح میدادن به اصطلاح به بورژوازی که میگفتن خب دشمن طبقه کارگر هست. از این بابت این دو هیچ وقت با هم همکاری نکردن. بعد خب حوادث خیلی بعدی هم در این زمینه اتفاق میفته دیگه. مثلا ما براست دوران مصدق رو داریم، رابطه بین دولت ملی مصدق و حزب توده، و بعد میایم به رابطه ای که لیبرال ها نسبت به حزب توده داشتن. این فقط یه طرف هم نیست در واقع این قضیه. و بعدم به دوران انقلاب، که توی دوران انقلاب بزرگترین نمونه این قضیه است که خب کلمه لیبرال برای چپ تبدیل شده بود به یکی از زشت‌ترین توهین هایی که شما ممکنه به یکی از رفقاتون بگید، بگید آتو لیبرال شدی یا تو روشن فکر شدی یا فلان شدی. لیبرال هم از اون ور طبیعتاً از چپ همیشه وحشت داشتن، میترسیدن و همه رو با وجودی که چپ خیلی تنوع زیادی داشت در زمان انقلاب، مثل زمان دوران مصدق نیست، این طیف وسیع رو همه رو با یک چوب میروندن در واقع، که یعنی همه اینا عامل روسیه هستن، عامل شوروی هستن. و بحثه به همین دلیل خب رابطه خیلی سختی بود که من در اونجا یک مثال از تجربه خیلی نزدیکی که خودم در سازمان گسترش بودم، سازمان گسترش که در اونجا خب واقعا یکی از عظیمترین بخشای صنعتی مملکت بود، میشه 100 کارخانه بزرگ، ماشین سازی عراق، ماشین سازی تبریز، نمیدونم تراکتور سازی ها، ما حتی کارخانه های قدیمی چیت سازی ها، هر کی که بکنید در این رابطه، یعنی اتحادیه خیلی گردن کلفت مهمی بود. و خب همه وقتی هم که ما این اتحادیه رو راه انداختیم و اون شورای مرکزی تشکیل شد و یک هیئت اجرایی انتخاب کرد، باور کنید هیئت اجرایی ما هیچ کدوم همدیگر رو نمیشناختیم. وقتی جمع شد ما فکر میکردیم نمیدونیم کی کیه، بلافاصله متوجه شدیم که همه چپ هم. همه سازمان های مختلف هم. یا فدایی هم، راهکارگر هم، نمیدونم پیکاری هم و همسال هم. یه تعداد مجاهد و اصطلاح لیبرال هم در اونجا بود. یعنی طوری زیاد بود که ما واقعا از دوستان خواهش کردیم که برن یه آدم مسلمون پیدا کنن که اونم چون تو اون جو سخت اونجا یکی اینجا باشه. آره این خب بعد من داستان اونجا توضیح میدم که چگونه ما و لیبرال ها و دولت بازرگان و تمام مدیرایی که میذاش مدام در حال درگیری بودی. واقعیت هم این بود خب بعض شوراها، بعض کارخونه ها خیلی خراب بود، شوراها خیلی بعضشون خراب بود. من یادم کارخونه تیتره که رفتیم، باور کنیم وقتی کارخونه رو باز کردیم رفتیم توی کارگاه، توی کارخونه، چند تا کارگر پیر گریه کردن
گفتن ما رو نجات بدین. من از بس به بچم گفتم دوزار ندارم بدم خجالت میکشم اصلا. خب تو این وضع بود و نمیشد بلافاصله همه چیز رو حل کرد، فشار میومد، طبیعتا اتحادیه هم از اون بر فشار. خب این مسئله اینقدر ادامه پیدا کرد تا اینکه بالاخره سرانجام با گرانقدری سفارت اوضاع عوض شد. خیلی از چپ‌ها یه مرتبه سیاستشون عوض کردن راجع به این کسی رفته سفارت امریکا رو گرفته، حتما ضد امپریالیست و چیز ضد امپریالیست مهمترین چیز مسئله بود. خود به خود در این مورد کوتاه اومدن و بعدم که بلافاصله با کنار رفتن دولت بازرگان بعد از گروگانگیری، خب مدیرای جدید اومدن و از جمله مثلا من در مورد خود مدیریت صنعتی راجب اون آخوند گفتم که واقعا باور نکردم. من همه چیز اونجا نگفتم واقعا که چقدر این آدم آدم کثیفی بود و حتی در مدتی که بعد از که تیرش زدن این زندان بود، ببخشید در بیمارستان بود، ده ها زن چادری اومده بودن در مدیریت صنعتی و گفته بودن این یک ماه نفقه ما رو نهدی، این یک همچین آدمی و هزار داستان دیگه. خب این تیپ واقعا نمونه برجسته بود که این رژیم جدید چی است. الان ما ادامه اون رو میبینیم دیگه. این همه هر کسی میاد دو روز یه دوزی میکنه و میره. به خود سرمش سازمان گسترش رو شما نگاه کنین، الان برین نگاه کنین لیست آدمایی که بعد از اون مدیر عامل اونجا شدن. هر کسی اومده دو روز اونجا مونده، چند تا از صنایع رو گرفته، فروخته، برداشته و یکی دیگه اومده میگه. این سرنوشت غم‌انگیز من فکر میکنم دوران ما بود. خب با این مسئله برمیگردیم سر این که من اون استدلالی کردم که خب شکی نیست که چپ و لیبرال با هم ایدئال‌های مختلفی دارن. خیلی واضح چپ سوسیالیستی میخواد از سرمایه‌داری عبور کنه، نظام سوسیالیستی به وجود بیاره. لیبرال میخواد حد اکثر نظام سرمایه‌داری رو اصلاح کنه، ریفرم کنه و بهتر بده. خب از نظر آرمان‌های آینده با هم متفاوته، اما لیبرالیسم و سوسیالیسم در خیلی از عرصه‌ها اینها با هم در واقع در یک بزرگ راه حرکت میکنن که من حالا وارد جزئیات نمیشم که وقتی این نیست که مثلا لیبرالیسم چرا به وجود اومد در واقع و در واقع آن چیزی که ایدئال‌های اون موقع لیبرالیسم بود امروز هم وجود نداره در واقع، به خاطر اینکه نئولیبرالیسم تمام اون آزادی ها رو در واقع گرفته و خود لیبرال های واقعی که مثلا ما در غرب میبینیم، خب در ایران خیلی ضعیف‌تر این قضیه، خیلی لیبرال ها و جنبش لیبرال در غرب و ما مثلا در اروپا شما شاهد هستیم، اینها از نئولیبرالیسم بسیار ناراحتن و رنج میبرن دیگه این قضیه. بحث من این تو اونجا خلاصش اینه که ما از نظر آینده با هم متفاوتیم، اما مسئله اینجاست در یک مورد میتونیم توافق کنیم که در واقع هر دوی ما میگیم به دموکراسی معتقدیم. دموکراسی هم به چه معنی؟ به معنی این که در واقع آزادی‌های سیاسی اجتماعی باشه، رأی اکثریت باشه و حقوق اقلیت رعایت باشه، قانون در کار باشه و امثال هم امثال. اگر یک همچین شرایطی بیاد، هم چپ هم لیبرال در شرایط دموکراتیک میتونن با هم رقابت کنن بدون اینکه همدیگر تهدید کنن یا زندانی کنن یا بخوان بکشن، همکاری میکنن تو این عرصه ها و در واقع سعی میکنن که جمعیت بیشتری رو به طرف خودشون جلب کنن. دموکراسی بحث من اونجا اینه که برای چپ بالاخص بسیار بسیار مهمه، حتی مهمتر از خود لیبرال هاست، برای اینکه لیبرال ها همیشه در هر شرایطی یه مقدار آزادی های از ما بیشتر داشتن دیگه، در حکومت بودن یا در رابطه خوبی با حکومت با غرب بودن. این چپ بوده که همیشه
در انزوا، در زندان، در تبعید و نتونسته حتی صدای واقعی خودش رو تبلیغ کنه. من میگم ما تا مرحله دموکراسی در واقع خیلی راحت میتونیم همزمان با هم حرکت کنیم. در مورد سیاست های اقتصادی هم همین میگم. درسته لیبرال ها میخوان در واقع بخش خصوصی تقویت بشه، چپ بیشتر گرایشش به اجتماعی کردن تولید هست، ولی من با اشاره به انقلاب های گذشته و با بررسی هایی که رو همین انقلاب های مختلف هم کردم که حتما دیدین منتشرم کرده، تو اونم میگم که خب تمام اون رژیم های سوسیالیستی که بلا فاصله سعی کردن تولید رو اجتماعی کنن، کلکتیویزه کنن، به زور بکنن، تمام اونا سیاست هاشون عوض کردن. بزرگترین نمونش خود بولشویک‌ها در اول کار نگاه کنید و بلا فاصله بعدش به خاطر خب کمونیسم جنگی، بعد از کمونیسم جنگی سیاست نب میاد جلو. سیاست نب یه سیاست مشترک اقتصاد بازار و دولته، بحثی هم نیست، که متاسفانه به خاطر بیماری لنین، ضعف لنین و بعدم قدرتگیری یه مقدار جناهای تندروتر نتونست نب بره جلو و واقعا نب امکان این رو داشت که موفق بشه و شوروی رو به یک مسیر دیگری ببره. در چین همینطور، در ویتنام همینطور، در کوبا درست دو هفته پیش قانون اساسی جدید کوبا چی گفت؟ قانون جدید کوبا اومد فعالیت بخش خصوصی سرمایه گذاری خارجی رو آزاد کرد. کوبایی که تازه واقعا قهرمانانه دهه ها در مقابل به قول معروف توی حیات خلوت امریکا تونست به حیات خودش ادامه بده. بنابراین من میگم حتی برنامه های سوسیالیستی هم چیزی نیست که بلا فاصله بتونه الان اجرا بشه. اینها پروسه طولانیست. این برمیگرده به اون مدل کلی دیگر من که من میگم برای گذار به سوسیالیسم ما نیاز به یک فاز تدارکاتی داریم، همونطور که مارکس فازهای بعد از سرمایه‌داری رو تقسیم میکنه، فاز پایینی، فاز بالایی. ما مجبوریم یک فاز در داخل دوران سرمایه‌داری داشته باشیم. البته خیلی از دوستان این رو قبول ندارن، ولی من فکر میکنم در این زمینه است که ما باید با هم بحث کنیم، بگیم که آیا امکان داره بدون یک فاز تدارکاتی سوسیالیست ها به مرحله ای برسن که در واقع بدون تکرار اشتباهات گذشته بیان در واقع در قدرت دولتی سهیم باشن و بعد در قدرت دولتی باشن و بعد سیاست های خودشون پیش برن. اگه اجازه بدید این قسمت گذار به سوسیالیسم رو بذاریم بعدا صحبت بکنیم بشه، برای اینکه بتونیم نتیجه بگیریم از اون اول صحبتون در رابطه با جو مشترک یا منافع مشترک چپ ها و لیبرال ها. فکر میکنید چه مقدار این واقع بینانه است و عملی است؟ در ظاهر قضیه کاملا درسته، یعنی در مقالاتون هم اشاره کردید، به درستی هم اشاره کردید که به هر حال هیچ سوسیالیستی نمیتونه با آزادی‌های سیاسی مخالف باشه، آزادی‌های فردی مخالف باشه. امروز اینا بخش مهمی از مبارزات و خواست‌های مردم رو تشکیل میدن. اما مسئله اینجاست که اولا در جهان امروز همونطور که خودتون باز اشاره کردید با حاکمیت نئولیبرالیسم، چقدر از اون لیبرالیزم در حقیقت ابتدایی و گذشته و اون فیلسوفانی که به حال برای آزادی های سیاسی و لیبرال مبارزه میکنن، چه مقدار از اون واقعی به شکل واقعی باقی مونده و حتی در همون رابطه، یعنی اگر رجوع بکنیم به نظرات فیلسوف های لیبرال، جان لاک، فریدمن، استوارت میل و برلین و غیره، حتی در اونجا میبینیم که اون بحثی که اونا از آزادی های سیاسی میکنند آزادی سیاسی برای همه نیست. خودتون به درستی در مقالتون به نقل از مارکس آوردید که سیستم اون به اصطلاح
رأی عمومی که مطرح میکنن بیش از آن که برای دادن آزادی به اکثریت جامعه باشه برای اینه که اونها رو کنترل بکنن و در حقیقت به نوعی اجماع ایجاد بکنن که انقلاب اجتماعی نکنن. فکر میکنید آیا در به فرض این که در فردای عبور از جمهوری اسلامی به شرایطی برسیم که دموکراسی به نوعی برقرار باشه، آیا واقعا میشه از این وجوه مشترک صحبت کرد در یک فضای به اصطلاح متمدنانه اینا بتونن با هم دیگه کار بکنن برای اینکه طبیعت جامعه به اصطلاح بیاد سر کار؟ طبیعتا مسئله ساده نیست، بالاخص که علاوه بر کنار از نئولیبرالیسم ما امروز یک جنبه دیگری داریم و اون جهانی شدن اقتصاد و حتی جهانی شدن اطلاعات، جهانی شدن اجتماعات و امثال هم هست که اون ضمن این که جنبه های مثبتی داره مسائل زیادتری هم ایجاد میکنه. یعنی امروز شما میبینید که یک دولت حتی دولت‌های سوسیال دموکراتی که در اروپا هستن و خیلی هم آروم حرکت میکنن، حتی خیلی‌هاشون آرمان‌های سوسیالیست هم کنار گذاشتن و میخوان سرمایه‌داری رو اصلاح کنن، حتی اینا با یک سیاست ترقی‌خواهانه خودشون دوچار مشکل میشن. ببینید مثلا فرض کنید کانادا یا سوئد، هر کشوری که شما ما هستیم درش، ببینید هر دوی اینا خب در بسته به چه دولتی سر کار بوده، اینا سعی کردن که یک سیاست‌های ترقی‌خوانه در مورد مردم، در مورد بازنشستگان و امثال هم به کار ببرن. ما ببینیم ما امروز یه نهادهایی داریم به نام رده‌بندی اعتباری که مودیز، استندردان پور و امثال هم در نیویورک نشسته. اون نگاه میکنه که سیاست این دولت، سیاست دولت ها اگر با اون ختمش های نئولیبرالیستی نمیخوره، این ریتینگ این رو میاره پایین. یعنی ریتینگ از 3 تا A هست، تریپل A هست، بعد میشه 2 تا A، بعد 1 A، بعد تریپل B، 2 تا B، 1 B. اگر کشوری رو شما به محض این که از یه رده میاریم پایین، هر وقتی این بخواد وام جهانی بگیره که همه وام میخوان دیگه، کسی نمیتونه بر اساس خودش چیز حرکت کنه، این انقدر این وام بهرش گرونتر میشه و سنگینتر میشه. مثل این که این یه فرد میخواد بره به بانک و اعتبار نداره، ببینین یا بهش وام نمیدن یا با شرایط خیلی سخت میدن. ببینین امروز قدرت یعنی سازمان یافته سرمایه بسیار بسیار قوی هست و حتی به اینا مسئله میان. این صدمه در دهه 80 و اهل سوئد اتفاق افتاد و بعد در 90 در مورد کانادا اتفاق افتاد و خب اینا یه واقعیت هاییست، شکی نیست، آسون نیست. و من فکر میکنم الان برای اینکه مشخص تر کنیم بحثو، باید بحثو ببریم به ایران. فعلا در عرصه جهان کشورها مختلف فرق میکنه و همسارا. ببینید در مورد ایران مسئله اینجاست که آیا راه حل دیگری جز این که جریانات مختلف سیاسی، نه تنها چپ بلکه لیبرال، حتی بخش هایی از مذهبیونی که کنده شدن از این رژیم، اگر اینها در واقع، آیا راه حل دیگری جز این هست که با کمک اینها دست جمعی این رژیم رو عوض کردن، آیا راه حل دیگری هست؟ ببینید امروز ما امکان این که هیچ جریان سیاسی بتونه به تنهایی انقلابی رو راه بندازه واقعا وجود نداره، مگر در خیال یا مثلا رویا. این یه واقعیت غم انگیزی هم هست به هر حال. اینجا من فکر میکنم ضمن این که من هیچ وجه رد نمیکنم سوال و مشکلاتی که شما مطرح میکنین، اما واقعیت اینه که ما راه حل دیگری نداریم جز این که برای دموکراسی مبارزه کنیم و در شرایطی که دموکراسی برقرار شد ما طبیعتاً در اونجا حرکت کنیم. این فقط به طور شما به درستی میگین فقط مسئله چپ ها نیست، لیبرال های ما به هیچ وجه نمیتونن ادعا کنن که خیلی دموکراتن. هیچ وقت هم در واقع متاسفانه نبودن. مسئله اینجاست که لیبرال های ما خب یه مقدار به نسبت این اسلامیون رو نمیدونم فلان تحمل بیشتری نشوندن، چون که مثلا من در مورد همون اتحادیه میگم مادامی که اونا بودن شوراها رو اینا برکنار نکردن، با وجودی که انجمن‌های اسلامی هم مثل
قار کمه جا زده بودی، هیچ وقت اینا با شورای با اینا همکاری نکرد. خب اینها رو ما باید در نظر بگیریم. من فکر میکنم مشکل هست، بحثی نیست، اما چاره دیگری نیست. سوالی که اینجا بلافاصله مطرح میشه این هست که اگر بپذیریم همه اینها رو، به هر حال برای که سوسیالیست ها، کسانی که معتقد به عدالت اجتماعی هستند و به دموکراسی به معنای حاکمیت واقعی اکثریت مردم و مدیریت مردم، نقش داشتن اونا در تعیین سرنوشت خودشون، همه این چیزهایی که به شکل حتی کلیشه‌ای ممکنه مثلا اینجا اونجا مطرح بشه، اگر این رو بپذیریم، برای اینکه این چپ به زائده لیبرال ها و سایر نیروهایی که به هر حال به طور واقعی و ذاتی شاید بشه گفت که با آزادی های سیاسی برای اکثریت مردم مخالفن و با عدالت اجتماعی، چرا که بازار و به اصطلاح نقش اون به اعتقاد دارن، برای اینکه به زائده اونها تبدیل نشه چه باید کرد؟ یعنی با توجه به موقعیتی که امروز چپ ایران داره، اون پراکندگی که داره و همونطور که شما اشاره کردید به هر حال نفوذ آنچنانی به شکل به هر حال منسجم و سازمان یافته در جنبش عدالت خواهی در ایران نداره. ببینید واضحه که هر چقدر که چپ ضعیف‌تر باشه، لیبرال ها و بقیه در یک نظام دموکراتیک هم که بیاد جلو، طبیعتا سیاست های خودشون رو قاطعانه تر پیش میبرن، هیچ بحثی تو این قضیه نیست. اما اگر چپ بتونه در واقع با یک سیاست مشخص، با یک سیاستی که ضمن این که آرمان ها و ایدئال هاش رو کنار نمیذاره، اما گام به گام با یک نوع رادیکالیزمی که من بهش میگم رادیکالیزم اپتیموم، رادیکالیزمی که از یک حد اگه کمتر باشه بی حرکتی مثل سوسیال دموکراسی اروپا میشه، اگه از یک طرف بیشتر باشه میشه آوانتوریستی که در واقع نمیتونه شکست میخوره. در واقع این تجربه اینم در تمام انقلاب های جهان از کمون پاریس گرفته، از 1848 گرفته تا کمون پاریس بعد، ما این رو در واقع میبینیم. مسئله اینجاست که در واقع چپ باید سعی کنه اول در یک نظام، در ایجاد یک نظام دموکراتیک شریک باشه، دو در نظام دموکراتیک استفاده کنه از اون، بتونه این صدای خودش رو به اکثریت نه تنها محرومین و کارکنان، به اصطلاح به اون گروه های هویتی ما، مثلا زنان، جوانان، اقلیت های ملی، اقلیت های مذهبی، تو شما تمام اینا رو که بیارین، طبیعتاً چپ هر چقدر قوی تر باشه، نماینده بیشتری در مجلس داره، صدای بالاتری داره و سیاستش رو میتونه ببره جلو. ببینید حتی در این دموکراسی های غربی هم همینطوره دیگه، چون به محض اینکه یک کمی راست‌تر میاد رو کار، تمام اون چیزایی هم که چپ راست میانه داشته اونم میزنه کنار. در واقع این اتفاقات در کشور خود شما داره الان اتفاق میفته دیگه، میدونید. بنابراین مسئله اینجاست که مبارزه برای دموکراسی یکی از مهمترین سیاست هایی است که ما الان پیش میبریم و این به هیچ وجه به معنی به کنار گذاشتن آرمان های خودمون نیست. بزرگترین مشکل اینه که بگیم دموکراسی مال بورژوازی، که اول نیست، حرف بسیار به نظر من بی اساسی است که بگیم بورژوازی دموکراسی. بورژوازی در تاریخ هم وقتی که شروع کرد لیبرالیسم مبارزه کردن برای کی بود؟ برای این بود که در مقابل سلطنت و در مقابل کلیسا خودش صدای جدیدی داشته باشه. در پارلمان هم که رفت کی بود؟ در پارلمان فقط مالکین اونجا حق داشتن و مردان، چون کسی دیگری که در اونجا نبود. در اون مقطعی که مارکس هم ما به دقت نگاه کنیم، وقتی مارکس وقتی که مسئله کمیته دولت رو به عنوان کمیته اجرایی طبقه میدونه، مربوط به اون دورانیست که هنوز آزادی‌های دموکراتیک و حق رأی عمومی داده نشده. به همین دلیل میگه که الان این دولت در پارلمان زیر کنترل پارلمانه، پارلمان زیر کنترل مالکین و سرمایه‌داران، پس این کمیته اجرایش.
اما وقتی که بعدن حق رأی عمومی میاد، اونجاست که مثلا بعد از جنگ داخلی فرانسه واقعا یکی از شاهکارهای سیاسی مارکس اونجا اشاره میکنه که میگه این حق رأی همگانی از یک طرف شرایطی رو ایجاد میکنه که کسانی رو که قرار زیر قیمومیت خودش قرار بده، مثل کارگران و دهقانان، به اینها اجازه یک نوع ورود به حوزه سیاست میده. اما همزمان با این اون اقتدار بدون اینکه کسی باش مواجه بشه که قبلا اینها در دولت قبلی داشتن الان داره از بورژوازی میگیره. یعنی این بازی رو بین این دوتا نگاه میکنه و بعد به همین دلیل هی عوض میشه نظریات دولت تا میاد به مراحل بعدی که از بحث ما خارج. من فکر میکنم که مبارزه برای دموکراسی بسیار مهمه و با استفاده در شرایط دموکراسی اون وقت شما سیاست های خودتون رو پیش میبرید. سیاست های خودتون رو پیش میبرید، هر چقدر چپ قوی تر باشه بیشتر میتونه نزدیکتر بشه به اون حرکت نهایی. اینو یه بار در یک سخنرانی یه نفر من گفت که پس شما باز شبها میخواین اول بگین که ما با هم متحد بشیم بعدن شما سر ما رو ببرین. من گفتم که این اصلا به هیچ وجه نیست. اول که ما هیچ وقت سر کسی رو نبریدیم، دو مسئله اینجاست که در واقع در شرایط دموکراسی مگر که شما بگین چپها حق ندارن حضور فعال داشته باشه، شما حضور فعال داریم، ما هم حضور فعال داریم، ما از طریق نهادهای دموکراتیک و نه از طریق اعدام و زور و قلدری این سیاست ها رو پیش میبریم و این حق دموکراتیک در واقع ماست. من اتفاقا میخواستم الان بگم که نگرانی من این است که سر ما رو ببرن. همیشه بریدم با توجه به اینکه از سوئد صحبت کردیم، بعد نیست به این اشاره بکنم که دولت سوسیال دموکرات سوئد امروز طرحی داره برای محدود کردن حق اعتصاب کارگران، کارگرانی که در حقیقت رأی دهندگان به حزب سوسیال دموکرات هستن و بزرگترین اتحادیه سوئد که سوسیال دموکرات ها رهبریشو میکنن دنبال به اصطلاح اجرای این طرح هست و مدت هاست که مبارزه میکنن، اعتصابات مختلف هست در اعتراض به این قضیه. اون صحبت دوباره باز برمیگرده به همین قضیه که چقدر واقعی است این قضیه. یعنی آیا در زمانی که حتی سوسیال دموکرات های که اینا کسانی که وارثان افرادی مثل ارنست ویگفورس وزیر اقتصاد دهه 30 هستن که از دولت رفاه رو در حقیقت اینا وقتی این کار رو میکنن، اگر اشاره بکنیم به همین ماجرای قراردادهای ترانس اتلانتیک و غیر اوزاله که در پشت درهای بسته حتی از چشم دور از چشم نمایندگان لیبرال در حقیقت بستان نوشته شد و قرار بود که عملی بشه که الان هم ممکنه دوباره عملی بشه، یا قراردادی که بین اتحادیه اروپا به شکل مشابه هست و کانادا از جمله، در زمانی که حتی اینقدر در این سطح هم دموکراسی و آزادی برای دخالت مردم وجود نداره حتی برای نمایندگان لیبرال و غیره، چقدر واقعی است که در یک فضای متمدنانه لیبرال ها تحمل بکنن حضور اتحادیه های کارگری و تشکل های غیر و ذالک برای ضدیت در حقیقت با سیستم اونها تشکیل میشه؟ بسیار سوال درستیه، ولی ما همیشه این واقعی عملی بودن یا نبودن رو ما باید به طور نسبی در رابطه با آلترنتیوها و به اصطلاح آپشن های مختلف نگاه کنیم. راه حلی در مقابل این نکته، اگر این راه حل نیست، بنابراین تنها چیزی که در مقابل چپ میمونه این همون بحثایی که اصلا در زمان شاه هست که چون تمام فضای مبارزاتی بسته شده پس ما باید بریم جنگ چریکی کنیم.
حالا من به اون شدت و حدت نمیخوام بگم آلترناتیو تنها میشه برای ادون، ولی واقعیت اینه که چه راه دیگری هست. یعنی اگر ما برای دموکراسی مبارزه نکنیم و سعی نکنیم این رژیم رو عوض کنیم و یک نظام دموکراتیک بیاریم که اجازه بده ما فعال باشیم، اتحادیه‌های کارگری به وجود بیاد، احزاب سیاسی مختلف فعالیت کنن، مطبوعات آزاد باشه، سخنرانی ها، اجتماعات آزاد باشه، راه حل دیگه چیه؟ راحت جنگ دیگه چون نیست، پس ما این کار رو کنیم. اون رو هم میدونیم که نه تنها کار نمیکنه، بلکه بهترین بهانه رو میده که حتی اون تهمونده آزادی های سیاسی هم که وجود داره به راحتی حذف بشه و بره. من کاملا با نظر شما در مورد مشکل بودن این راه آشناس، حتی میتونم خیلی به این اضافه کنم. ببینید شما امروز در عرصه جهانی که امکان نداره یک دولتی بدون توجه به واقعیت های این جهانی شدن زیر قلدری نئولیبرالیسم سرمایه‌داری متشکل، یعنی ما سرمایه‌داری سازمان یافته داریم، ما یه سرمایه داریم که سازمان WTO، سازمان تجارت جهانی اونجاست، بانک جهانی اونجاست، صندوق بین المللی پول اونجاست. این غیر از بانک های مرکزی کشورهای قدرتمند امپریالیستی است. اینا بودن که با هم مثلا اون توافق واشنگتن، اون 10 ماده واشنگتن که من به شوخی بهش میگم 10 ماده جدید، 10 فرمان جدید، حتی یه جایی به زبون موسی هم نوشتمش اینو. این چند تا مؤسسه دور هم جمع شدن و این 10 ماده رو گذاشتن. این 10 ماده امروز حاکم بر تمام سرنوشت اقتصاد جهانی. هیچ اقتصاد جهان نمیتونه خودش رو مستقل از این به شکل اتارکیک اداره کنه، امکان نداره. و به این مسئله میشه اشاره کرد، دخالت های سیاسی گرفته در انتخابات تا دخالت های نظامی و غیر ازوله. یعنی اگر این چارچوب اقتصادی جواب نده، هیچ مانعی بر سر این که اون از اون طریق بسته عمل بکنن وجود نداره. و به همین دلیل ببینید ما مشکلاتمون خیلی زیاده. یعنی امپریالیزم امروز امپریالیزم بسیار بسیار پیچیده تر و خشنتر و سختتر از دوران امپریالیزم لنینه که اونو من مطلبی هم در اون زمینه قبلا نوشتم، مقایسه کردم امپریالیزم امروز با امپریالیزم لنین. و همین دلیل من میگم ما امروز در واقع جدیدترین مرحله سرمایه‌داری هست، نه آخرین مرحله که لنین میگه، ما جدیدترینش داره میره جلو. خب ببینید بحث رو خلاصه کنیم، شکی نیست که ما موانع بسیاری در داخل و خارج داریم. در داخل موانع یه بعد دیگری هم داریم. ببینید ما امروز یه مش جنبش های ارتجاعی فاشیستی، نیمه فاشیستی مذهبی داریم در منطقه که ما در گذشته نداشتیم. بنیادگرای مذهبی قبلا در گوشه های حوزه ها و این بر اون بر مطرح بود. امروز بنیادگرای مذهبی در قدرت، در عربستان سعودی در قدرت، در ایران در قدرت. ها ببینید یا سازمان های تروریستی آیسیس و امثال هم امروز با آنچنان قدرتی عمل میکنن که ما هیچ وقت همچین چیزی رو نداشتیم. جریانات دست راستی و فاشیستی که در غرب در جای دیگه به وجود میاد، یا خود آقای ترامپ بهترین نمونه شه. ببین یه آدم لات بسازه به فروش میلیاردر الان بر جهان داره حکومت میکنه. خب ما قبلا این مسائل رو نداشتیم. ما امروز با، یعنی چپ امروز هم با نئولیبرالیسم و جانی شدن مسئله، یعنی مواجه هست، هم با یک جریان مذهبی عقب مونده و فاشیستی. کار ما اصلا آسون نیست، اما راه حل جلب توافق تمام نیروهایی است که به دموکراسی معتقدند، به امید اینکه
در شرایط دموکراسی ما بتونیم نیروهای کارگر بتونه در واقع اتحادیه خودش رو داشته باشه، ما بتونیم احزاب خودمون رو داشته باشیم، روزنامه های خودمون رو داشته باشیم. شما فکر کنید تمام این بحث های ترقی خانه که شما یا دیگرون رو همین فکر کنید این رو به جایی که چند صد نفر نگاه کنن چند صد هزار نفر نگاه کنن، خب خیلی فرق میکنه دیگه. میدونید تا من فکر میکنم آلترنتیو دیگری نیست. ضمن تایید مشکلات شما آلترنتیو دیگه جنگ درگیری های اونی که اون هم بهترین بهانه است برای یه ضربه زدن. من با ساعتم نگاه میکنم میبینم که دو سه دقیقه دیگه داریم. دوست داشتم که یه مقداری بیشتر صحبت بکنیم، از جمله در رابطه با اینکه بحثی رو که توی مقاله دموکراسی شورایی و پارلمانی مطرح کرده بود در رابطه با در هم شکستن ماشین دولتی و اینکه به اصطلاح الگوبرداری از اون الگوهای تاریخی اینها تا چه حد میتونه منطقی باشه برای امروز ایران. اگه موافق باشید قولش رو از شما بگیریم که در آینده نزدیک هر فرصت داشتید در خدمتتون باشیم، چه بسا به شکل میزگیر دوستان دیگه هم دعوت بکنیم از جوانب مختلف این مسائل بپردازیم. من سپاسگزارم بار دیگه از شما دکتر سعید رهنما، استاد علوم سیاسی در دانشگاه یورک کانادا، از اینکه با ما بودید و با امید اینکه اوقات خوشی داشته باشید. خیلی ممنون از شما، خیلی خوشحالم که ساعت سپاسگزارم از شما.